خیلی از این موضوع خوشحالم. شاید هم ناراحتم ولی تقریبا خوشحالم. یه تجربه جدید دیگه، تنها سفر میکنیم، تنها کارمون رو انجام میدیم و خیلی خوشحالم که شما رو دارم و یکی هست که واسش از کارم فیلم بگیرم و براش بذارم. پس بریم که شروع کنیم. مامانش میره دیگه. لینا واقعا منم عاشق نورم، مثل اینکه خانوادگی نور دوست داریم. حقیقتش برای این سفر حتی به بقالی صاحب شامم رو زدم و گفتم که نمیای با هم تنها ما، ولی خب تنها دارم میرم. مرسیدم فرودگاه، میخوام الان برم دیگه. ترسیدم. من سفر زیاد رفتم با دوستان، ولی سفری که صرفا فقط خودم باشم اولیش بود. یه چیزی بخوریم که ضعف نکنیم. اومدیم قهوه‌مون رو گرفتیم، پروازم یک کوچولو تاخیر خورده، فکر کنم استرس و استرابه تو وجودم کاملا مشخصه، ولی اوکیه. یعنی واقعا در بچه های تهران گرم، واقعا دمشون گرم. من پیام دادم بهشون صبح زود که در میان حالی سری خواب بودم ندیدم اینا، کسی که جواب دادم ببین گروه خوش ستایش بچه اینجوری بود به من که خب هتل نگیر، خونه نگیر، پاشو بیا جای من، خرجات کمتر بشه. یعنی واقعا دم معرفتشون گرم. جا داشت اینجا بگم حتما اینو، خیلی خوشحالم که این چیزای کوچولو خیلی به چشم میاد. واقعا هوای همدیگر رو داشته باشیم یه جا لازم میشه براتون. الان قاعدتا ستایش اگه بیاد مشهد هر جا گیر کنه اولین نفر من میرسم، چون میدونم هوای من داشته. دمتون گرم واقعا. میکنم سعی کنیم با معرفت، میکنم سعی کنیم با معرفت باشیم، یعنی معرفت به خودتون برمیگرده. یکی نبود بگه بابا بس چقدر توضیح میدی، برو قهوت رو بخور. کرسان شکلاتی و آیس کارامل. کلان حس و حال فرودگاه همیشه از بچگی برام عجیب بود. آدمایی که کنار همن دارن باز هم خدافظی میکنن یا ذوق سفرشون رو دارن خیلی جذاب. دارم عصبی میشم، خوابم هم میاد. کنم خیلی خوب من یک کوچولو از پرواز میترسم، یک کوچولو که نه خیلی، واسه همین یکم استرس داشتم، ولی خدا شکر که خیلی خوب بلند شد، خیلی خوب نشست. بریم. فقط پرواز عجیبی بود. برسم یه جا توضیح بدم فقط. فلان که آنتنم رفته دوباره، اصلا از این موضوع خیلی خورده. فرودگاه مودمم خدا رو شد اوکیه. اسنپ زدم به خونه ای که رزرو کردم، پروگرام همونجاست و برم طول تحویل بگیرم، برم تو اتاقی کم به خودم برسم، سرسامون بدم، استراحت کنم، زودی به این بیرون. فلان که منتظرم اسنپ بگیره دیگه. وای دختر پروازه، ببین شاید فقط من و دو نفر دیگه ایرانی بودیم توش. چقدر ولی واقعا حسش عجیبه. من توی شهر دیگه هم تنها، من و کوله پشتیم رسما. با حاله دوستان، تجربه جدید. فعلا امیدوارم استپ پیدا میکنم چون آنتن ندارم، زنگ نمیتونه بزنه بنده خدا. من رسیدم خونه، یه کوچولو خورده تو ذوقم چون شبیه چیزی که فکر کردم نیست، خیلی معمولیه. حالا بهتون یه رخ کلی نشون میدم. یه کوچولو خوراکی اینا هم گرفتم، نشستم تو اتاق، میخوام یکم استراحت کنم. نمیدونم چرا میام سفر، انقدر بدنم خسته تر میشه نسبت به حالت عادی. یه کوچولو استراحت کنیم و بیدار شیم و بریم دنبال کارا. اینم بهتون بگم تایمی که چیدم، فردا قراره شرکت بریم با هم، قراره برای تبلیغات بریم، قراره پیش دکتر بریم و کاری واسه فرداست. پس فردا احتمالا یه پروژه فیلم برداری داریم برای یوتیوب که موجیش من نیستم، دعوت شدم به اون برنامه جورایی. و امروزم میرم که بچه ها رو ببینم، ستایش دخترم. شب تنها اومدم کافه مورد علاقم نشستم، یه قهوه کوچولو خوردم، برنامه ریزی ها رو چک کردم و البته زودم برگشتم خونه چون بچه ها کار داشتن و درگیر بودن. من تصمیم گرفتم خودم از قهوه که بی نصیب نکنم. البته از اوپل چند تا خرید کوچولو هم کردم که خیلی دوستشون دارم. بریم بخوابیم که فردا کلی کار داریم. امروز برنامه فقط بدو بدوه. س
سوالی که خیلی از پرسیده میشه و نمیدونم توهین حساب میشه یا چی، اما من کلن سعی کردم حتی زمانی که اعتماد به نفس پایینی دارم تظاهر کنم که اعتماد به نفسم بالاست، چون آدم ها فرق واقعیت و تظاهر نمیفهمن و پیشنهادم به شما میده که همین کار رو بکنیم، سعی کنیم که همه جا محکم راه بریم، همه جا با اعتماد به نفس حرف بزنیم و کلن یه جوری ارتباط بگیریم با آدم که با خودشون بگم واو چه اعتماد به نفسی داره، اعتماد به نفسش خوبه، کاش من اعتماد به نفس رو داشتم. من از طرفی هم معتقدم آدمی که اعتماد به نفس نداشته باشه هر جایی تنها نمیره و کلن دوست نداره که تنها باشه، هرچند که اخیراً دارم تو درون خودم حس میکنم این موضوع رو که دوست ندارم تنهایی این برم برم، اما میخوام نگین قبلی رو برگردم و این سفر یه جوری جریمه طوری هم برام بود که یاد بگیرم چجوری گذشته تنهایی مرمون رو میرفتم و بهم خوش میگذشت و اعتماد به نفسش رو داشتم و حال میکردم کلن. پس نمیتونی تظاهر کنی که اعتماد به نفس داری اگه جایی تنها نمیری و همیشه دنبال این که یه نفر پیشت باشه تا کارتو انجام بده برات، نمیتونی تظاهر کنی حتی چه برسه که بخوای داشته باشی اعتماد به نفس. تا اینجا ویدیو رو دیدی هنوز لایک و کامنت رو نذاشتی؟ واقعا تو رو خدا ببین، من 130 تا ویدیو یوتیوب آپلود کردم، مطمئنم کم کم از 3 یا 4 تاش خوشت میاد. برو یه سر تو کانال من بزن، دکمه ساب هم بزن، یه لایک و کامنت کوچیکم برام بزن. آقا ما با شرکت یوتیوب و اینجا قرار بود قراردادمون صحبت کنیم و یه سری مشاوره ها بشم برای کانالم که خیلی هم واقعا کمک کننده بود، در کل نیاز بود که بیام و واقعا یکی از کارهای واجبی بود که این سری اومدم تهران بعد انجامش میدادم. چون بلاگ فکر نمی کنم برسم اصلا. صحبت ها رو کردیم، کانالم یه آنالیز کوچولو خورد، ایرادا رو بهم گفتن و قرارداد رو کتبی گرفتم. الان احتمالا یه جا بریم بشینیم با هم یه قهوه بخوریم دیگه. من دوست دارم برم تجری کردم، من نمیدونم واقعا نیاز دارم به بازار چمش. در کل خیلی لذت میبرم واقعا همکاری با آدم های حرفه‌ای، خودت هم به مرور حرفه‌ای میکنه و واقعا صحبت جامع و کاملی بود که کردیم راجع به یوتیوبم. خدا رو شکر همه چی اوکیه، جایی واسه نگرانی گفت نیست برای کانالم، کانالم زنده است و یه سری توصیه ها بهم کرد که اگه اینها رو رعایت کنم رشد بیشتری داریم کنار هم. بریم یه جای غذایی چیزی بخورم که واقعا ضعف کردم، بعدش بریم دنبال بقیه کارا. خنکه بالاخره، دنبال کافه دارم میگردم حالا. ولی اصلا احساس تنهایی نمی کنم، شما هستین با هم و این خیلی خوشحال کننده است. اینجا بریم یا با هم ببینم؟ خیلی خوبه باتون حرف میزنم، کلن احساس تنهایی نمی کنم، ولی احتمالا امشب دیگه بلیط بگیرم، فردا شب برگردم، یا فردا شب یا فردا صبح. یه چیزی بخوریم که دارم میمیرم. بریم خونه یه استراحت بکنیم بعدش بیم بکنیم. خیلی سریع اومدم خونه، یه ریمایندر که از خوشبوکننده استفاده بکنیم. الان میخوام الان باید بودو بودو بریم برای تبلیغات به کلینیک زیبایی، حالا ازشون اجازه میگیرم برشون بچه یوتیوب هم نشونش میدم، بعدش وقت دکتر داریم، بعدش میریم بچه ها رو ببینیم. بریم سریع تر. با این کیفه بازم خیلی کژوال آموزش بریم دیگه. آقا من عاشق این کلیپسه شدم که از اوپال گرفتم، یعنی خیلی خوشحالم که گرفتم. Thank you.
استایلمون خوب شده. آمدم واسه کلینیک با دکتر که صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که ژله چونه و زاویه سازی فک میتونه مناسب باشه برای چهره من. قطعا مناسب خواهد بود و نتیجهش رو خواهید. خیلی استرسیم. اثر کرد. فقط آقای دکتر من نمیخوام از جلو گرد تر بشم، انگار یه کوچولو اینجوری تر بشه، از جلو دوست ندارم پهن بشه صورتم. قراره که به پزشکش من اعتماد کنم. آره اعتمادو که دارم، استرس دارم. ببین دردش واقعا از ژل لب کمتر و از ژل چونه بیشتر بود و یه چیزی بین اون دوتا بود. تقریبا متوجه نمی‌شدی و اولین باری بود که من داشتم با بی‌حسی پومادی ژل می‌زدم و به نظر می‌جوری خیلی بهتر بود نسبت به بی‌حسی که تزریق می‌شد برام. در حال نتیجه‌ش هم خیلی دوست داشتم، یه چیز نشرال شد و فهمیدم که اصلا شما هم متوجه این تغییر نشدین. الان ببینین دارم چیکار می‌کنم دیگه و اینم از پایانش. خیلی نچرال و طبیعی یه کوچولو داره خون میاد ولی خیلی دوست داشتم مثلا این فیسم بزرگونه شد. از بچه گونه در اومدم. این تغییر رو دوست داشتم، خیلی ناز بجا و ملوس بود. بریم برای دکتر بعدی. برای کلینیک بریم عکسامون رو بگیریم با آقای دکتر هر سلام ببینیم. نگاه رو به خودت. سلام حسن. سلام علیکم. ببینین که اینجا قربونش برم نگاه چقدر نازه. بودو 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 روی ویدو اینستا ستایشیم. دست گلش رو نگاه. دو تنگ تنگ دارم. نگاه چنگ خیلی نازه. بریم نگاهشون کن. پر شد لوکیشن. بهشون بگم چی بشه. بگو میخواییم یه دقیقه فیلم بگیریم. چقدر بامزن. کاش این سنی بودن هنوز. با بچه ها تصمیم گرفتیم بریم یه خرید بکنیم از فروش. آف زده دیگه. آف زده دیگه. ما اومدیم فروش. منتظرم بچه ها بیان تو. میخواییم یکم خرید بکنیم. بعدش دیگه برم گرم خونه. بول. جدی؟ ببینم کاراشو. جای من خوب خالی. خیلی کاراش خوش کرده. خریدامون ستایش داره از خستگی میمیره همچنان پای است. اینجوری که بریم خرید چه نیست. انقدر شلوغه دم سکته میکنم. خیلی شلوغه. با اینکه ساعت 10 شب بود هم من هم ستایش خیلی خسته بودیم مثلا تصمیم گرفتیم که زودتر بریم خونه. یعنی انقدر امروز به هم چسبید، انقدر واقعا خوش گذشت با تمام وجودم. بذاریم براتون دقیق تعریف کنم. ببخشید برای دوربین نامناسب که جای نامناسبیه. ببین از صبح که درگیر کارهای شرکت یوتیوب بودیم رفتیم صحبت کردیم و قرارداد کتبی رو ازشون گرفتم. بعدش رفتیم برای تبلیغات همونجوری که دیدیم
بیان بگم که چجوری شده این قسمت چیزم فکم و جای تهران هم سمت زعفرانی اگه دوست داشتین میتونیم بریم برای انجام خدمات، خیلی واقعا قبول داشتم دکترشو. بعدش هم رفتیم برای دکتر بینی صحبت کردم باش، مشاوره شدیم، عکسامونو گرفتیم، آزمایش باید برم بدم، بعدش دیگه میایم برای عمل. بعدش اومدم جای ستایش و دوتا از رفیقاش، هر چقدر از معرفت ستایش بگم کم گفتم، هر چقدر از ماه بودن این دختر بگم کم گفتم، فرشته است، فرشته. به خودش هم برداشت هم گفتم ببین یه سری حرف ها یه سری حرکت ها انقدر به چشم میاد که اصلا باورتون نمیشه. از روز اولی که من اومدم به من برداشت گفت که بیا خونمون اگه جایی نگرفتی، هر جا الکی نکن برای مثلا هتل و اینا. امشب دوباره تعارف زد گفت که بیا خونمون با هم فیلم ببینیم، ماسک بذاریم اینا، که من خودم گفتم نه زشته عشقم، مام بابات اینا هستن، من باشم جلوه خوبی نداره. بعد چه میدونم خسته بود، از صبح خودش بیرون بود، من بهش گفتم دم خرید میخواد، همونجا گفت خب پاشیم بریم مثلا کوروش خرید کنیم، رفتیم با هم خرید کنیم. بعد انرژیش خیلی سعی میاد بالا نگه داره با اینکه قشنگ از خستگی معلوم بود، یعنی با اینکه قشنگ از چشماش خستگی مشخص میشد. رفیقش به من گفت که آره تو موتور بودیم، پشت موتور خوابش برده بودین، شونه من اینجور افتاده بود خوابش برده بود. و فکر کن دختر چقدر میتونه ماه باشه، چقدر میتونه فرشته باشه. واقعا از اینجا دوباره میگم خیلی ماهی دختر، خیلی قدر خودتو بدون. نرفتش از بچه های مشهد برای من بیشتر بود، خیلی دوست دارم واقعا. فردا هم میریم برای فیلم برداری، ذوقمونم خیلی دارم. همین دیگه، بریم کارمارمون رو بکنیم، آرشینامون رو پاک کنیم و بخوابیم. امروز روز آخریه که تهرانم و واسه پروژه فیلم برداری قراره برم و خیلی ذوقشو دارم. پاشیم سری حاضرشیم بریم. داره دیر میشه تقریبا، اسنپ زدم که بریم سر لوکیشن برای ویدیو، ذوقشو دارم واقعا و امیدوارم که همه چی خوب پیش بره دیگه. شبم یه قرار داریم با یکی از رفیقام، قرار بریم کافه با هم دیگه مات درست کنیم که اونم حس می‌کنه خیلی قرار خوبی با مزه بشه. یه آخر امشب برمیگردیم خونه. خیلی پروداکتیو بود این سفر، واقعا خوشحالم. امیدوارم که میکاپ هم خوب شده باشه و توی دوربین خوب دیده بشم. بین خودمون بمونه، امروز احساس زشت بودن داره. همین امروز که فیلم برداری داریم. ببین خوشقولا فکر کنم فقط من و محمد رضاییم سر وقت رسیدیم، بچه های یوتیوب هم دقیقا سر وقت رسیدیم. آره بچه های دیگه گفت آرمان که خواب بوده، ستای شازه اسنپ زده، خود هیبا هم به راه فکر کنم یه برسن بچه ها بریم برای فیلم برداریم. کافی هم گرفتم. ما رسیدیم سر لوکیشن، الان میخواییم بریم اینترویو رو بگیریم. از هیبا میپرسم اگه اوکی بود بر شما میگیرم از این بریم. خیلی گودو اومرم اتاق فیلم برداریه. ستایشم اومد خوشگل. اینترویو رو گرفتیم، بچه ها درگیره ویدوهای تیک تاک هست. سیستم مدیریت رو نگاه. خانم محترم الان ببین این چه که برگشتی داری، من نمیتونم برات کاری بکنم، برو بده بانک اگه چیزی بهت گفت، اگه ما میتونیم اون وقت بیاد من یه اقضال جلی هم برای من میادی بگره کاری ندارم. برم آشتر کشم. بچه ها درگیره تبق هنوز داری همسر میزنی؟ بابا پول نمیشه این بابا کنایه رو بزن من بزن مراقبت بده هزار خانوم عزیزم. تعریف کنایه هنگامی که درباره یک موضوع به غیر مستقیم سخن میگیم و از معنای دور یک مطلب استفاده میکنیم بهش کنایه میگن. یه چیزی من برگرم بهت بگم، وقتی داری به یکی میگی برو بابا جوجه، داری به طور کنایه میگی. تو مستقیم هستی. اون ترک ریز سوال باشه. آها تخت شروع.
اوکی. تو پرانتز یه ریسپکت باید بدم به هیوا و محمد رضا که چقدر آدمای حرفه‌ای و کار درستی بودن، چقدر از همکاری باشون لذت بردم و واقعا داشتم سعی میکردم ازشون درس بگیرم. بچه وقتی میبینم یه نفر از من حرفه‌ای تره، با تمام وجودم سعی میکنم که اول بهش یه حس مثبت بدم و از اون طرف هم ازش درس بگیرم و یاد بگیرم. واقعا خوشگله. بچه‌ها قاب جایی گرفتم. ایشون چی؟ چون داشت برداری تموم شد، ما میکافه کافه نشستیم چیزی بخوریم، یه گوشی دیگه هم تایم سفالگری رزرو کردیم، اونها هم میخوام براتون بذارم تو ویدیو، خیلی جذابه فکر کنم، خیلی ناز میشه. بعد اینکه بچه ها اینجان بعدی سایی برداریم بذارم اینجا همین دیگه، شب آخره، ساعت 12 هم پروازمونه. امروز هم خیلی روز مفیدی بود، خوشحالم. این کافه هم به شدت زیبا بود. آیده اینستاشو براتون میذارم اینجا. و یه آپشن بامزش این بود که اگه اینجا اوردر سفارش میدادی و قهوه یا نوشیدنی تو میخوردی، یه جلسه سفالگری رایگان هم داشتی که خیلی بامزه بود. خیلی تجربه نازی شد. من سفالامو گذاشتم همونجا که برام توی کوره بپزنش. بچه هم این کار کردن، یه گلدون درست کردیم، یه ماک و یه زیر سیگاری. خیلی ناز شد واقعا که از بهترین تجربه هم. چون وقتی به اون گله دست میزدی انگار انرژی منفی از درونت میومد بیرون و وارد اون خاک میشد. بعد وقتی که باید با آرامش پاش برخورد میکردی، انگشتاتو با یه موضوع خاصی روش میکشیدی، خیلی خیلی دوست داشتنی بود. بهتون پیشنهاد میکنم اگه موقعیتشو دارین حتما حتما تجربهش کنیم که عاشقش میشین. وای فقط تمرکز منو نگاه کن. آخرین شام تهرانم گرفتیم و زدیم و بدو بدو رفتم سمت. خدافظی کنیم از تهران. وای موام چقدر بد شد. برگردیم دیگه. تهرانم خیلی جذابه. تنها منتظرم صدا کنن کم سبوش. همین دیگه، مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. خدافظ. قدیم اینجوری نبودم، جدیدن نمیدونم چرا انقدر ترسو شدم. جمع دیگه داشت بلند میشد و بلند شد و فقط اینجوری بودم که آروم باش. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. کلی دوستتون دارم. اگه ایده با من زیدین برای ویدیو بعدی حتما حتما تو کامنت ها برام بنویسین. زودی میبینمتون.